سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. عرض تعزیت دارم خدمت شما همراهان و بیننده های محترم. شهادت مظلومانه سفیر الحسین علیه السلام حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه رو در روز نهم ذی الحجه، روز عرفه، و خدا رو شکر میکنم که در چنین شبی، شب عرفه سید الشهدا علیه السلام، این توفیق حاصل شد باری دیگر از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. درک میکنم شمایی که در کشورهای مختلف الان پای گیرنده ها نشستید، از طریق تلویزیون یا از طریق موبایل خودتون، از طریق فیسبوک، یوتیوب یا درگاه های دیگر برنامه امشب رو مشاهده می کنید. شب عرفه خیلی سخت دور از کربلا بودن. به همین جهت با تمام وجودمون دعاگو و نایب و زیارتون هستیم و از خدای متعال و سید الشهدا علیه السلام خواستاریم که انشاءالله شما هم به زودی مشرف بشید کربلا و از نزدیک زائر سید الشهدا علیه السلام باشید، مانند همین زواری که مشاهده کردید در برنامه های مختلف پخش زنده و در برنامه امشب هم مشاهده می کنید. خیلی عظیم زواری که خودشون رو به کربلا رسوندن برای زیارت سید الشهدا علیه السلام در شب و روز عرفه، که از مهمترین اعمال روز عرفه زیارت سید الشهدا علیه السلام هست. همکنون تصاویر زنده و مستقیم از زوار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو مشاهده میکنید، گرداگرد ذریح مقدس باب الحوائج قمر منیر بنی هاشم علیه السلام حلقه زدن و زیارت میکنند. واقعا جای شما خالی کربلا، بین الحرمین مملو و از جمعیت زوار، حرمهای مقدس امام حسین و حضرت عباس علیه السلام مملو و از زوار، تمام خیابانهای منتهی به بین الحرمین و حرمهای مطهر مملو و از زوار هست. انشاءالله گروه تصویربرداران تمام تلاششون رو میکنن از جای جای بین الحرمین و حرمهای مقدس و شهر مقدس کربلا تصاویر مختلف و متنوعی رو تقدیم حضور شما بیننده های محترم بکنن که در شب عرفه
بیشتر در حال و هوای شهر مقدس کربلا قرار بگیرید. واقعا عاشقان سید الشهدا علیه السلام چه در زیارت امام حسین علیه السلام دیده اند و چه لمس کرده اند و چه درک کرده اند که هیچ سختی و هیچ چیزی مانع زیارت اونها نمیشه. در دمای درجه حرارت بالای 50 درجه در این چند روز گذشته مسیرهای منتهی به شهر مقدس کربلا زوار مشایع رو به خود دید. زیر آفتاب سوزان عراق به صورت پیاده مشایع خودشون رو به کربلا رسوندن و در تصاویر هم مشاهده می‌کنید بسیاری از زوار سید و شهدا که از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورها خودشون رو به کربلا رسوندند. انشاءالله که هموطنانمون از کشور ایران هم به زودی مشرف بشن، مانند دیگر کشورهایی که حضور کاروانها رو هم شاهد هستیم در کربلا از کشورهای مختلف. انشاءالله قسمت روزی شما هم بشه. امام باقر علیه السلام میفرمایند اگر زائر سید الشهدا میدانست حقیقت زیارت اون حضرت رو و اون ثواب و اجری که خدای متعال در زیارت جدم حسین علیه السلام قرار داده، لما تو شوقا، هر آینه از شدت شور و اشتیاق زیارت جان می دادند. لذا زواری که مشرف میشن حرم مقدس سید الشهدا علیه السلام و شمایی که تا به حال مشرف شدید مقابل ذریح سید الشهدا علیه السلام می ایستید و زوار می ایستند و عرضه می دارند اشهد انک تشهد مقامی و تسمع سلامی و تسمع کلامی. زوار اون حقیقت براشون حجاب خدای متعال گذاشته که امام باقر علیه السلام میفرمایند اگر اون حقیقت رو درک میکردن و میدیدن هر آینه لما تو شوقا، جان میدادند. لذا زائر که مشرف میشه ذریح میبیند و گنبد و گلدسته میبیند و در و دیوارهای حرم که اگر غیر از این بود تمام زوار جان میدادند. و امام صادق علیه السلام میفرماید خدای متعال روز عرفه رو روز بخشش گناهان قرار داد. هر کسی که در شبهای قدر آمرزیده نشده، تنها وقتی که میتواند کوشش بسیار کند برای آمرزش و طلب مغفرت شب و روز عرفه هست. می‌فرمایند خدای متعال عرفه رو روز مغفرت، روز درخواست مغفرت و بخشش گناهان قرار داده و خدای متعال بهترین مکان بر روی این کره خاکی رو برای این بخشش برای بنده های خودش انتخاب کرده و بهترین زمان روز عرفه و سرزمین مقدس کربلا. لذا مهمترین عمل در روز عرفه زیارت امام حسین علیه السلام است در کربلا و ده ها و صد ها روایت دیگری که دلالت بر برتری و فضیلت سرزمین مقدس کربلا می کند که خدمتتون امشب عرض خواهم کرد. هرچند می دانم برنامه امشب برخی رو آزرده خاطر خواهد کرد. از وهابی ها و تندروهای اهل تسنن با شنیدن این روایات آزرده خاطر خواهند شد و برخی از جهلای شیعه نیز آزرده خاطر خواهند شد. خدمتون عرض خواهم کرد. سرکار خانم زاره از اصفهان، سلام علیکم. تماسشون وصل شده خانم زاره، صدای من رو اگر دارید سلام میکنم خدمت شما. الو، سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید سرکار خانم زاره، نظرتون رو میشنویم. صلی الله علیک یا قتیل الابرات.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اخی کل حسین قمر بنی هاشم و علی اختی کزینب. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دستان در کاران زحمت کش شبکه جهانی آقای محسن علیه السلام و عرض سلام خدمت شما آقای بهنام. علیکم السلام، بفرمایید نظرتون رو میشنویم خانم ازاره. حج یکی از بزرگترین فرایض عبادیه که پاداش دنیوی و اخروی فراوانی خیلی داره و آیاتی زیادی هم برای ذکر شده، اما با توجه به حدیث و روایت هایی که ما از اهل بیتمون علیه السلام داریم نتیجه میگیریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که به خدا قسم اگر که شما از فضائل زیارت امام حسین علیه السلام و قبرش بهتون خبر میدادم کلن حج رو ترک میکردیم و این میتونه برتری زیارت امام حسین علیه السلام رو نشون بده و اونقدر آقای امام حسین نزد خداوند عزت و محبوبیت دارن که خداوند در عوض زیارتشون به زائر حج ها و عمره ها میبخشه، اونم عمره و حجی که ثوابش فراتر از اون چیزیه که ما درک میخواییم کنیم. بله. و اگر که این زیارتی که زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه خیلی توصیه شده و روز عرفه دو تا پیوند داره، یکی پیوند توحیدیه که همه دور خونه خدا جمع میشن، حالا امسال که خیلی کمتر، و یکی پیوند عبادی که با پیامبر صلی الله علیه و آله الله که مظهر همه اونها آقا سید الشهدا هستن، و در روز عرفه که روز توبه و بخشش گناهانه کنار تمام اعمال این زیارت آقای امام حسین علیه السلام توصیه شده که انشاءالله به واسطه آقا سید الشهدا همگی بخشیده بشیم. الهی آمین. و آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی روز عرفه شد خداوند متعال به زوار قبر حسین نگاه کرد و فرمود که گناهان گذشته شما رو بخشیدم و برگردید و وقتی که برمیگردید گناهان 70 روز شما نوشته نمیشه و این برتری زیارت آقای امام حسین رو نشون میده نسبت به حاجیان عرفات. و آقای امام باقر علیه السلام فرمودن که اگر زائران امام حسین علیه السلام بدانند که چه فضیلتی در زیارت این آقای بزرگوار هست از شدت اشتیاق غالب توهی میکنن، اصلا جان میدهن. بله. و خداوند در این روز آمرزشه گناهان و استجابت دعا رو قرار داده و مهمترین عمل در روز عرفه زیارت آقای امام حسین، انشاءالله که نصیب و روزی ما هم در سالهای آینده بشه. و الهی آمین. دیگه یا علی مدد. متشکرم از تماستون یا علی مدد. عرض کردم روایت هایی که راجع به برتری کعبه، برتری سرزمین مقدس کربلا نسبت به کعبه هست و برتری زائران سید الشهدا در روز عرفه نسبت به زائران و حاجیان خانه خدا در صحرای عرفات هست، برخی رو آزرده خاطر میکنه و ما مثل بزرگان اهل تسنن نیستیم که دیگران رو منع میکنند از مطالعه کتاب ها، مقاله هایی که حالا صحیح نیست به نظر اونها. بنده عرض میکنم که نه، اتفاقا برید بخونید تا جهل این افراد رو بیشتر متوجه بشید. مقاله هاشون هست، کتاب هاشون هست، در گوگل هم میتونید سرچ کنید. برخی از اینها هم امامه به سرهای حکومتی هستند که آزرده خاطر میشن از این گونه روایت هایی که خدای متعال. ببینید این افراد یکی از وجوه جهلشون اینه که تصورشون اینه که شیعیان زیارت سید الشهدا علیه السلام رو به جای زیارت خانه خدا میدانند. این گونه نیست. این خب نشأت گرفته از جهل این افراده و نمیدانند که خدای متعال اراده کرده است که ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه بیش از ثواب زائران بیت الله الحرام باشد
و خدای متعال اراده کرده است که در روز عرفه ابتدا به زائران سید الشهدا علیه السلام نظر لطف و مرحمت بیفکند و گناهان اونها را بیامرزد، سپس به زائران و حاجیانی که در صحرای عرفات هستند. این گروه این را متوجه نمی شوند که این اراده خدای متعال است. کسی که از خودش حرف نمی زنه، اراده خدای متعال است. و مطلب دیگری که این گروه متوجه نمی شوند و نشانه جهل این افراد است، این هست که تصورشون اینه که شیعیان زیارت خانه خدا نمی روند، حج نمی روند، به جای زیارت میان زیارت امام حسین علیه السلام. و حالا وجوه دیگری هم داره که حین برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: من اتاه فی یوم عرفه عارفا به حقه کتب له الف حجت و الف عمره مقبوله و الف غزوه مع نبی مرسل او امام عادل. در ثواب و اجر و پاداش زائرین سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه اعداد و ارقام مختلف و متفاوت هست و این بر شما بیننده های محترم پوشیده نیست که اهل مطالعه و اهل دقت و تأمل در روایات اهل بیت علیهم السلام هستید که دلیل این اختلاف تعداد حجهایی که مثلا یا تعداد ثوابهایی که برای اجر زائر بیان میکنند یا به دلیل اون عقل و درک و فهم سوال کننده بوده یا برخی میفرمایند که به تناسب درک و معرفت زائر است که خدای متعال عنایت میکند. لذا در اکثر روایات و همین روایتی که خدمتون عرض کردم امام صادق علیه السلام میفرمایند: من اتاه فی یوم عرفه عارفا به حقه، با معرفت به حجت خدا حسین ابن علی علیه السلام به زیارت اون حضرت مشرف بشه. به تناسب درک و شناخت زائر از امام حسین علیه السلام خدای متعال به او اجر و پاداش عنایت میکند. در این روایت امام صادق علیه السلام میفرمایند که اجر و پاداش زیارت سید الشهدا علیه السلام در روز عرفه برابر است با پاداش 1000 حج و 1000 عمره مقبول پذیرفته شده، نه حج و عمره هایی که بنده های خدا امروز مشرف میشن و فقط خدا میداند که کدام یک از اونها قبول هست کدام یک از اونها قبول نیست. اما این روایات میفرمایند که ثواب 1000 حج و 1000 عمره قبول شده در نامه عمل او نوشته میشود و ثواب و اجر 1000 مرتبه شرکت در جنگ های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امام عادل در نامه عمل او نوشته می شود. این یک نمونه از روایاتی که در ثواب و اجر و پاداش زائر امام حسین علیه السلام در روز عرفه بیان شده که دلالت دارد بر برتری اراده خداست. چه کنم؟ دلالت دارد این روایات بر برتری زمین کربلا بر زمین کعبه و برتری زائران سید الشهدا علیه السلام بر زائران بیت الله الحرام. کسانی که قبول نمی کنند این روایات رو که عرض کردم سرچ کنید مقاله هاشون و کتاب هاشون رو بخونید، کسانی که قبول نمی کنند مبنا و ملاک و معیار ندارند، از روی هوای نفس میگن ما خوش نداریم، قبول نمی کنند، ملاک و مبنا ارائه نمی کنند. لذا طبق این رویه‌ای که این افراد پیش گرفته اند بسیاری از موارد از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام رو منکر میشن. یعنی طبق این ملاک و معیاری که خودشون دارن باید منکر بشن. خدای متعال در قرآن میفرماید که به پیامبر خودم عیسی اذن دادم، اجازه دادم که انسانهای مرده را زنده کند. خب این افراد طبیعتا این آیه های قرآن رو هم نمیپذیرند دیگه، چون میگن که چطور میشه، یکی از حالا دلیل هایی که این افراد میارن، چطور میشه که خدا برای زیارت
حسین ابن علی چنین اجر و پاداشی قرار دهد که بالاتر از زیارت خانه خودش است. سخن این افراده و میگن که اهل بیت علیهم السلام خودشون در دوران حیاتشون، در دوران زندگیشون با پای پیاده میرفتن حج. عرض کردم ملاک و معیار ندارن. خب چی ثابت میشه؟ چون امامان علیهم السلام با پای پیاده هم مشرف شدن حج، دلیل بر برتری کعبه بر زمین کربلاست و این افراد قاعده شرف المکان بالمکین رو نمیدانند. شرف المکان بالمکین که در روایات هم اشاره شده، خدمتون عرض میکنم که زمین کربلا عرض میدارد به خاطر اون بدن مقدسی که من در بر دارم و در آغوش گرفتم، خدا این فضائل و کرامات رو به من عطا کرده و راجع به تربت مقدس سید الشهدا علیه السلام که به جای خود باید صحبت بشه، استحباب خوردن تربت مقدس سید الشهدا علیه السلام و دعاهای ویژه‌ای که دارد و انحصار خوردن تربت فقط راجع به تربت سید الشهدا علیه السلام است، راجع به تربت کعبه نداریم چنین روایاتی، اجازه ندادن راجع به تربت حرم ائمه بقی علیه السلام و دیگر امامان. و این برتری اراده خدای متعال است، مانند این که امام صادق علیه السلام میفرمایند اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. خدا اراده میکند که به بنده از بنده های خودش خیر عنایت کند، خوبی عنایت کند. چه چیزی به او عنایت می کند؟ محبت و عشق حسین ابن علی رو در دل او قرار می دهد. تا ادامه ی روایت. پس این افراد با اراده خدای متعال مشکل دارن. روایتی دیگر خدمتون عرض کنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند من اتاه فی یوم عرفه عارفا به حقه کتب الله له الفی حجه و الفی عمره مقبوله و الف. تا آخر روایت که وقتم کمه ترجمهش رو خدمتون عرض کنم، میفرمایند که هر کس در روز عرفه این توفیق رو داشته باشد که زائر سید الشهدا باشد، که انشاءالله به زودی شما هم مشرف بشید کربلا، در مناسبت های دیگری که پیش رو داریم در ایام غدیر، عید الله اکبر، در ایام عاشورا و به ویژه مشایع اربعین 1443، انشاءالله شما هم مشرف بشید کربلا. راجع به زیارت امام حسین در روز عرفه، امام صادق علیه السلام در این روایت میفرمایند که پاداش و اجر 1000 حج، 1000 عمره مقبول و 1000 بار شرکت در جنگ ها در رکاب پیامبر برای او نوشته می شود. و راوی عرضه داشت خدمت امام صادق علیه السلام که مگر می شود جای دیگری ثواب موقف عرفات رو هم داشته باشد؟ برای راوی گرون تموم شد شنیدن این جملات از امام صادق علیه السلام به خاطر جهلی که داشت و خدمت امام زمانش حضرت امام صادق علیه السلام اینگونه اعتراض کرد و روایت می‌فرماید فنور الی شبه المغضب. خود راوی میگه امام صادق علیه السلام با حالتی شبه عصبانی و غضبناک به من نگاهی کردند و فرمودند هرگاه مؤمنی در روز عرفه به زیارت سید الشهدا مشرف شود و زیارت کند آن را، آن امام را در روز عرفه، خدای متعال برای هر گامی که او برمی‌دارد یک حج با تمام مناسک حج و مقبول برای او می نویسد. تعجب می کنی که من 1000 حج گفتم؟ بلکه خدای متعال برای هر قدم 1000 حج مقبول می نویسد. سلام می کنم به آقای محمد از کرمان.
سلام علیکم. آقا محمد بفرمایید، نظرتون رو میشنویم. با اجازتون یک سلام بگم خدمت آقا. خواهش میکنم به اختصار باشه بفرمایید. سلام علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس يا عبد الصالح يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قبول باشه زيارتتون آقای محمد. اما فضائل زيارتي ممنونم و جوام بتما صدا لرمش. اما فضائل زيارت عرفه بسیار زیاد و در اینجا به ذکر دو حدیث شریف که در تحفة الزهیر آمده اشاره میکنم. حدیث اول حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هر کس قبر امام حسین علیه السلام را در روز عرفه زیارت کند خداوند برای او ثواب هزار حج که با قائم آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام و هزار عمره که با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم انجام داده باشد بنویسد. هزار در روایت یعنی 1,000,000. بله بله. و نیز ثواب آزاد کردن هزار بنده و فرستادن هزار کس به جهاد در راه خدا برای او نمیشته شود و خداوند او را بنده تصدیق کننده و ایمان آورنده به وعده او می نامد و فرشتگان گویند آن زائر صدیق است و خداوند او را در بالای عرش عظمت در بالای عرش عظمت خود سنا گفته است و در زمین او را کروبی نامند که لقب فرشتگان مقرب است. احسنتم. حدیث دوم از امام جعفر صادق علیه السلام است که هر کی دچار تنگدستی و پریشانی باشد و حجت الاسلام یعنی سفر حج برایش میسر نشود پس روز عرفه را کنار قبر امام حسین علیه السلام گذارم که آن از حجت الاسلام کفایت میکند و نمیگویم که از حج مجد زاست. مگر برای کسی که مبتلا به تنگ دستی باشد، اما کسی که تمکن دارد هرگاه حج واجب را به جای آورد و بخواهد که حج یا عمره مستحبی انجام دهد لیکن گرفتاری های دنیوی یا دلبستگی ها او را مانع شد در روز عرفه کنار قبر امام حسین علیه السلام برود که او را از بجا آوردن حج یا عمره کفایت کند و حق تعالی ثواب او را چندین برابر کند. احسنتم. درود بر شما یا علی مدد. حالا من روایت هایی که بیننده های محترم در تماس ها یا پیام های صوتیشون اشاره میکنن دیگه فاکتور میگیرم و تکرار نمیکنم. مستحضر هستید که زمانی و مدتی حضرت امام صادق علیه السلام ساکن کربلا بودند و حوزه تدریس داشتن در کربلا و مقام امام صادق تا کنون هست همین جایی که امام صادق علیه السلام زندگی می‌کردند در کربلا. در یکی از روزها و در اون ایامی که حضرت در کربلا ساکن بودند رو کردند به یکی از زوار سید الشهدا علیه السلام و به او فرمودند که برای چه به کربلا آمده ای؟ خوب دقت کنید. عرضه داشت که برای زیارت حسین ابن علی. امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ خواسته ای نداشتی، هیچ حاجتی نداشتی. اون زائر عرض کرد که تنها آرزوی من زیارت سید الشهدا بود و اینکه سالم به وطنم برگردم. امام صادق علیه السلام به اون زائر فرمودند که چه اطلاعاتی داری راجع به ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام؟ اون زائر عرضه داشت که تا جایی که من اطلاع دارم زیارت حسین ابن علی مایه برکت در عمر است و برکت در اهل و فرزندان و مال و معیشتمون و باعث برآورده شدن حاجت ها میشه. امام صادق فرمودند که آیا میخواهی بیشتر از این که گفتی برایت بیان کنم؟ در اجر و ثواب زیارت حسین ابن علی علیه السلام
عرضه داشت بله ابن رسول الله. حضرت فرمودند زیارت حسین ابن علی معادل یک حج مقبول خالصی است که با رسول خدا انجام شده باشد. اون زائر تعجب کرد. عرض کردم ابتدای برنامه برخی از این موارد به قدر درک و شعور و فهم راوی و اون سوال کننده بوده. تعجب کرد که یک زیارت مقبول، زیارتی که همراه با پیامبر خدا باشد، برای زائر سید الشهدا نوشته می شود. امام صادق علیه السلام فرمودند ای والله، بله به خدا قسم این گونه است. تعجب می کنی؟ و امام صادق علیه السلام هر چه آن شخص تعجب می کرد یک عدد بر تعداد حجها اضافه می کردند، تا اینکه راوی می گوید تا 30 حج مقبوله ای که با پیامبر خدا مناسک انجام داده باشد در نامه عمل زائر سید الشهدا علیه السلام نوشته می شود. اینها همه دلیل بر برتری زمین کربلا بر زمین کعبه و برتری زائران سید الشهدا علیه السلام بر زائران بیت الله الحرام است که اراده خدای متعال است. حضرت علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام می فرمایند اتخذ الله ارض کربلا احرما. عربیش رو من نمیخونم، وقت برنامه کم هست. امام سجاد علیه السلام میفرمایند خدای متعال اراده کرد که 24 هزار سال قبل از اینکه خانه کعبه رو حرم امن خودش قرار دهد، زمین کربلا را حرم امن قرار داده. 24 هزار سال. کسانی که اشکال میگیرن که عرض کردم ابتدای برنامه حتما بخونید مقاله هاشون رو و کتاب هاشون رو، یکی از اشکال هاشون اینه که روز ده ولعرض چی میشه؟ یعنی قبل از ده ولعرض خدا زمین کربلا رو انتخاب کرد؟ عرض کردم بخونید تا بیشتر جهل این افراد براتون آشکار بشه. کسانی که هیچ علم و آگاهی نسبت به روایات اهل بیت علیهم السلام ندارند. 24 هزار سال قبل از اینکه زمین کعبه را خلق کند و آن را حرم امن قرار دهد، زمین کربلا را آفرید و حرم امن و مبارک قرار داد. و زمانی که خدای متعال زمین را میلرزاند، شاید اشاره به یوم روز قیامت باشد، زمین کربلا را خدای متعال بالا برده و در برترین باغهای بهشتی قرار دهد، در بهترین جا سکونت می دهد، آنجایی که غیر از انبیای مرسل و پیامبران و اولوالعزم کسی نباشد. این زمین، زمین کربلا، در میان باغهای بهشتی می درخشد، همان گونه که ستاره درخشنده بین ستارگان نورافشانی می کند. نور زمین کربلا در بهشت چشمان اهل بهشت را تیره و تار می کند و با صدایی بلند زمین کربلا، طوری که همه اهل بهشت متوجه می شوند، ندا می دهد من زمین مقدس و طیب و پاکیزه و مبارکی هستم که سید الشهدا و سرور جوانان اهل بهشت را در خود دارم. یکی دیگر از سخنانی که این افراد اشکال میکنن، میگن که چطور میشه زمین کربلا حرف میزنه، به سخن در میآید. یک کمی پیشنهاد میکنم که آیات قرآن رو مطالعه بفرمایید، تأمل کنید و روایات اهل بیت علیهم السلام رو مطالعه بفرمایید. خطاب به این افراد عرض کردم. سلام علیکم و رحمت الله، شبتونم بخیر باشه. برتری که کربلا بر کعبه و زوار امام حسین علیه السلام در روز عرفه به حاجیان در صحرای عرفات داره اینه که خداوند متعال در شب و روز پربرکت عرفه بیش از اون که به حجاج صحرای عرفات نگاه کنه، به زائران سید الشهدا علیه السلام نظر میکنه و نظر رحمت خودشون بیش از همه شامل حال اونا میشه. بعد امام صادق علیه السلام هم در این مورد فرمودن اگر کسی
20 مرتبه حج به جا بیاره در ثوابش مثل کسی هستش که یک بار قبر امام حسین علیه السلام رو در کربلا زیارت کرده و در روایت دیگری هم اومده که زیارت امام حسین علیه السلام برابر با 30 حج مقبول هستش. التماس دعا. خدا نگهدار. تشکر میکنم از سرکار خانم اسکندرزاده که از تهران پیام صوتی ارسال کردن. بله، و اشاره کردن در این پیام صوتی به اون روایتی که امام صادق علیه السلام از اون شخص پرسیدند که تا به حال چند حج به جا آوردی؟ عرضه داشت که 19 حج. حضرت فرمودند که یک حج دیگر به جا بیاور که ثواب و اجر تو معادل شود با یک بار زیارت جدم سید الشهدا علیه السلام. کسانی که مخالفت میکنن با این گونه روایات، تصورشون این هست که اهل بیت منع میکردند یا شیعیان الان به زیارت خانه خدا نمیروند. امام صادق اون شخص رو که 19 مرتبه حج مشرف شده بود منعش نکردند، اتفاقا تشویقش کردند یک بار دیگه هم حج مشرف بشو. اما ثواب و اجری که خدای متعال اراده کرده این گونه باشد رو شما باهاش مخالفت میکنید. خدای متعال اراده کرد حضرت عیسی مرده زنده کند، بیماران مادرزاد رو شفا دهد و دیگر مواردی که به اذن الله انجام شد. شما میگید که چطور میشه؟ مگه میشه؟ حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند ان ارض الكعبه قال من مثلی وقد بني بيت الله على ظهري. زمین کعبه در مقام تفاخر و فخر فروشی برآمد و سخن گفت. حالا این گونه افراد میگن که مگه میشه زمین سخن بگه؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند روایات رو مطالعه بفرمایید در معتبرترین کتب احادیث شیعه. امام صادق میفرمایند زمین کعبه گفت چه زمینی مانند من است، من مثلی، چه زمینی مانند من است، و حال آن که خدای متعال خانه خودش رو بر گرده من بنا کرده. و قد بنی بیت الله علی ظهری و یأتین الناس من کل فج عمیق و جعلت حرم الله و امنه. مردم از راه های دور و نزدیک می آیند به سراغ من و خدای متعال من زمین کعبه را حرم امن خودش قرار داده. چنین تفاخری کرد. فاوحى الله الیها، خدای متعال خطاب به زمین کعبه فرمود انکفی و قری، ساکت باش، سر جای خودت آرام بشین، تفاخر نکن. ما فضل ما فضلت بهی فی ما اعطیت ار فی ما اعطیت ارض کربلا الا به منزلت الابرت غمست فی البحر فحملت من ماء البحر. تا ادامه روایت که امام صادق علیه السلام میفرمایند فاوحى الله، خدای متعال وحی نمود به زمین کعبه، ساکت باش، آرام بگیر، تفاخر نکن. تمام این هایی که گفتی اینها رو خدای متعال رد نمی کنه که مردم از راه دور و نزدیک به سوی زمین کعبه می آیند، خدا زمین کعبه را حرم امن خودش قرار داده. کسی نفی نمی کنه این موارد رو. خدای متعال می فرماید همه اینها که گفتی درسته، اما نسبت به آن فضیلت و برتری که من خدا به زمین کربلا داده ام مانند این است که سوزنی در دریا تر شود، سر سوزن چقدر آب دریا را می گیرد. اون فضیلت و برتری هایی که برشمردی ای زمین کعبه مانند تری سر سوزن است نسبت به برتری هایی که من خدا به کربلا دادم. اراده خدای متعال است. و در ادامه خدای متعال فرمود لولا تربت الحسین ما فضلتک، اگر نبود خاک کربلا، همان زمینی که بدن مقدس حسین رو در خودش جا داده، اصلا توی زمین کعبه رو خلق نمی کردم.
ولولا ما ومنته کربلا لما خلقتک ولا خلقت الذی افتخرت بهی. و اصلا اون کعبه و خانه ای که بهش افتخار میکنی وجود نداشت. فقری و استقری و کونی دنیا متواضعا ذلیلا مهیمنا غیر مستنکف ولا مستکبر لارض کربلا تا آخر روایت. باز خدای متعال نهیب میزند به زمین کعبه که آرام بگیر سر جای خودت، در مقابل زمین کربلا فخر و فروشی نکن، در مقابل زمین کربلا کونی دنیا متواضعا، در نهایت پستی و ذلالت باش. که اگر غیر از این انجام دهی، در آخر روایت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند و هوای تو بکی فی نار جهنم، توی زمین کعبه را داخل جهنم می‌اندازم اگر در مقابل زمین کربلا بخواهی فخر فروشی کنی. نمیدونم صدای موکب‌های عزاداری که الان در بین الحرمین هست رو شما هم میشنوید یا نه. الان من میشنوم شب عرفه سید الشهدا علیه السلام و شبانه روز، حتی در گرمای شدید روز هم حضور مواکب زنجیرزنی و عزاداری رو داریم در شهر مقدس کربلا. انشاءالله که به زودی قسمت و روزی شما هم بشه، مشرف بشید زیارت سید الشهدا علیه السلام. السلام علی مسلم ابن عقیل. سلام الله علی مسلم ابن عقیل. تشکر میکنم از همراهیتون بیننده های محترم. انشاءالله که به زودی شما رو در کربلا ببینیم، زیارت امیر المؤمنین در نجف اشرف، ایام عید قدیر، عید الله الاکبر و همچنین در عاشورا و ایام اربعین، مشایه اربعین امسال انشاءالله مشرف بشید. دعاگو و نایب زیارتون هستیم. فردا ساعت 15 به وقت ایران دعای عرفه رو از شبکه امام حسین علیه السلام به طور زنده و مستقیم همراهی کنید. یا علی مدد. خدا نگهدار.